tam našla, tam tam on češo kakše. یه زینم کلاهت بود الان انقدر به هم ریختم ها موهامو ببینید بچه ها کلاهم بود نمیره پیدا کردم همیشه این سوتیان چرا تنه همیشه این سوتیان تنه من نیست من چند رنگ اینو دارم دو نفره نمیتونم شوهر دینا شکایت کرده بچه کجا یادم رفته من تهرانی بودم عزیزم آرایش نمی کن نکردم آرایشم از دیروزه آرایشم پخش شده حتی من الان چیز کردم اسمش صورتم هم نشستم اخواب بیدار شدم دارم کارام میکنم برای جوجه ها نهار بذارم میخوام برایشون مرغ و چیز بذارم زرش پلو با مرغ بذارم دوست دارن زشک ایرانی هست الحق که ایرانی هست برای بچه آرایش یه روزه رفتم چون که صورت هم به هم ریختد زینب سینای قشنگی داره من سینام خیلی قشنگه بعد با این حال که بچه شیر دادم میخوایید بایستم رو سن بایستم رو سندلی زرد بشورم اوی بچه هم داره میتره که بعد دو هفته رفته بودم باشگاه ابراد بد نمیه من ابراد الان هیچ کاری نکردم چی کار کردم مگه ابراد خودم دیگه یه مداد کشیدم اینجا فکر کنم ساعت نزدیک دوه بچه های من تا پنج مدرسن یعنی کل ساعت های روزشون رو مثلا مدرسه سفری میکنن با معلم ها با شاگرد ها من زیاد نمیدونم بچه هامو من بچه هم روزی دو ساعت میبینم یعنی میان خونه میخوابن زود میگه زینب بیا سیب جان من آلمانم بیام سیب جان چی کار کنم از دیشب میگه یکی هی نوشه بیا سیب جان بیام سیب جان چی کار کنم بچه آب اینجا خوب نیست اصلا خوب نیست خیسم شدم وای وای شکم هم منده میگه زینب جون مادر نایی رو دو نفره کن اینو مامانم واسه اولین بار از یه کلیپ من ایراد گرفت کلیپ آخرم بود تو پیج اصلی گفت یعنی چی گفتم مامان جون مگه لخ شدم با لباسم دیگه میتونستم لخ بشم میتونستم با شورت و سوتی هم باشم گفته هم که مگه با شورت و سوتی هم بودم با لباس بودم با شورت و سوتی هم میشدم هیچکی نمیتونست به من بگه نه خلاف این حساب بود نه چیزی میتونستم با شورت و سوتی هم باشم دلم میسابم ظرف رو میگه زینم کدوم شهر آذربایجان هستی من آذربایجان نیستم عزیزم من آلمانم آذربایجان کجا بود بچه ها بایستی با هم فضا بذاریم آره مامانم افرو گفتش که آره اون کلیپ تو چیز مامانم خیلی مومنه خیلی مومنه مامانم از بچه زینب ساقل بالا ساقل 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 بالا بذارید بچه ها چیز بیارم مرغ بیارم Oh.
یا شاده یا فلانه، یا هم ها فیلم بردازم، یا دو جنسش میکنید یا افغانیش میکنید یا یه چیز نمیدونم یه کار دیگه میکنید. شما ها اخلاقتون مردم اینه. اون یکی میگه پلت تا مردم. آقا اولا ما اصلا احتیاج نداره، اینی که تو داری میبینی سیاهه، چشم ببین اولا، این چشم ریملم چیز شده، پخ شده. کسفل جان کجای آلمانی؟ من 30 سالم اندوزم، 10 بارم شناسنامه چیز پاسپورتم رو نشون دادم که ایرانیم، بچه تهرانم، سنم هم 30 ساله. والا دیگه حالا 500 بار نشون دادم. آخر دیگه همکلاسی پرگشت گفت زینب اینقدر پاسپورتتو تو لایف نشون نده. گفتم به خدا نشون میدم اینجور چیزا رو ببینن، وگرنه کاری ندارم که مثلا بخوام نشون بدم فلان. گفت نشون نده دیگه زشته. گفتم دیگه نمیدم. دایدم میگه زینب میدونستی من خیلی دوست دارم، عاشقتم، منم دوست دارم عاشقم، به خاطر که تو پسر خوبی بودی میرم یه رو صندلی میام پای بولیز هم خیلی شده باید دوست دارم. چرا بولیز هم خیلی شد؟ وزن چقدر؟ 61 کیلو 700، قدم هم 168 سانته، چشم حسودام هم کور، تازه بدنم هم عضلاییه، عمل زیبایی هم نکردم، بازم چششون کور. جدی میگه جدی 30 سال؟ چرا بیشترش بود؟ جدی یا شوخی دیگه 30 سالم دیگه عزیزم، همه دیدن پاسپورت منو، یعنی همین واقعیته دیگه، موضوع واقعیت عزیزم. 40 سالم هم بشه، 50 سالم هم بشه، همینی که هستم دل مهمه جوون باشه. میگه زینب جان یه تریاک با هم بکشیم، والا یه بغلی داریم تریاک میکشه مغزمونو برده، دیگه نمیخوام با کسی بکشم، به خدا انقدر گوشم بده ها. دارم مرغ خود دارم میخوام مرغ بذارم با چیز، میخوام زرش پرده درست کنم، من خودم زرش دوست ندارم، برای خودم قارچ و مرغ و اینا میذارم چون من رژیمم برنجی نمیخورم، برای بچه ها مرغ و زرش پرده. شوهر ندارم. سلطان جراف هم پایت میکنی؟ نه یه لحظه برو عقب بیا. بکشید بکشید که بچسبه به بدنه تو. بچه ها دستم گریدم گاییدم بعضی ها که میان خصوشل می نویسم، من اصلا هم اهمیت نمیدم. زینب سوتیت چرنگیه، چرنگیه به نظر دلانی، این چرنگیه، این چرنگیه، این چرنگیه، این باید خیز شدم. کیونتو نشون بده، کیونم رو نشون بدم. ببینید مرغ رو میریزی تو مایتابه، مایتابه چون مرغ توی مایتابه خوشمزه میشه، قارچ رو ریز میکنی میریزی روش. شوهرتو طلاق دادی؟ چه سوالای ماشاءالله، ماشاءالله به تو بچه باستن ها خوب در اومده ها، بسیم خودم نه بچه ها، ببینید ببینید خوب در اومده، ولی الان نبینید وا هویج ندارم بچه ها، هویج داشتم براتون سوپ درست کردم، پسرم عاشق سوپه. آقا کی گل نار داره؟ مال من تموم شده به باهی. چی؟ کیلو چنده مرغ اونجا؟ من این ستا روم رو خریدم 2.89 یورو.
چرا لهجه ترکی داری با سایفه تهران؟ چون خان اصلیت هم ترکه، اولام. این اولام هم برام خنده بود که آخرش گذاشتی. ترک بودن خنده و مسخره نداره. خب ترک بودن افتخاره. اینو هیچ وقت یادت نره. ولی من چون که پیازا آماده میخرم پیازا سرخ شده آماده میخرم اصلا دست به پیاز پوک کردن اینا میریزی روش میکنی توش میریزی روش میکنی توش نه ببخشید میکنی توش میریزی روش میکنی توش بعدش میری نه یادت شدم دوباره تربیت شدم دوباره بله ترک اومده ببین یه چیزی بهتون میگم اینو میرم عقب میگم که گوش کنید هیچ وقتی خب اونی که کونشو میندازه بیرون بد نیست اونی که کونشو قایم میکنه بده اونی که خودشو قایم میکنه که زارت و گو میخوره اونی که خودشو قایم نمیکنه هیچ گویی نمیخوره مثل من اینا از صبح که میرم کلاس ظهرم که میام خونه امروز نرفتم برای بچه هم ناهار میذارم تا ساعت پنج هم بچه ها که میام خونه ناهارشون رو میخورم دو ساعت بعد خودم جنازه میشم چرا جنازه میشم؟ به خاطر اینکه خسته میشم پنج صبح بیدار میشم باشگاه این برای حالا یه لایی که بذارم یه رقصی کنم بیهوش میشم دیگه اینو مطمئن باشید نه وقت اینو دارم که دوست پسر داشته باشم نه وقت اینو دارم که بخوام نه احتیاجی به پول دارم که بخوام برم خودم رو بفروشم اوکی؟ حالا بیام جلو سخنرانی های زینب بانو بود والا دیگه فکر کردم من به پولش احتیاج دارم پول مثل انقدر اینجا پول راحت به دست میاد یعنی حقوق داریم انقدر زیاده که اصلا نمیدونی چی کارش کنی چه پولی؟ چه چیزی میخوام من به خاطر پول برم بدم؟ تو بخورم همینجوریش نمیدم همینجوریش تارن کبود بسته نمیدم به خاطر پول برم بدم من مگه دیوونم برگردم میرم مگه نمیتونم برگردم دو با منم شب میتونستم هم بر نمیگشتم دارم اینجا زندگی میکنم بچه هم دارم درس میکنم مگه کسولم بچه رونه پای این خوشگله یا من نه این فسکوله هم الان گوشم خاموش میشه دوباره بچه دیر گوش یه خاموش شده بود روشن نمیشد ولی روشن شد بعدش چیز داره پر داره موقعه بعدا بچه ها فکر کنید اینجا انقدر راحت میتونی بری آذوقه تو اصلا اینجا چیزا سخت نیست برات آذوق خریدن مثلا خورد و خورد اصلا سخت نیست ماشین خریدن خونه فلان سخت نیست حالا که دارم لایو میذارم این مرغا میدونی تو یخچال همینطور مونده بشورم بذارید دستم رو بشورم یه عسل بخوریم نمیاد دیر کرده
میگه قربته زش میشم اینجوری میکنم. کلن الان تو لایف خیلی زشتم میدونم، تحملم میکنیم. میگه اگه یه نوکر و کارگر بگیری حقوقت رو قطع نمیکنم. میشه به ام بگی؟ بالا من نمیدم این کلزشوری که تو گفتی رو نفهمیدم چی بود. اوه رفت تو مغزم شیره آب. خسته شدم، بذاریم بندازم آشخابی. خسته شدم بچه ها. دیدین این مدلی عکس میدازن؟ مدلای قدیمی بچه ها. مدل اینجوری بود دیگه. عکسای مدل قدیمی یاد به خدا عروسی که بودیم اینجوری میگفتم. من واسه خب 11 سال پیشم دیگه، 18 سالم بود. دامادم اینجوری وای میستادن. خب اینا رو بذارم توی یخچال. مرغ شستم. زینب مرغ شسته. میگه برو از پنجره بیرون نگاه کن. گم شد. زینب مرغ شسته. زینب چیز شسته؟ نشسته. یا خدا یعنی بچه ها خب گوشیم شارژش داره تمام میشه. موبایل 61 66 هم میشه چی؟ 61 سال؟ 32 سال؟ گو نخور. موبایل 66 هم چقدر میشه بچه ها؟ حساب کنید. میلادیش هم میشه 1900 و بچه بایستید 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 میلادیش هم میشه 1000 و ای اینجوری خوبه؟ بچه تلفن میلادیش هم میشه 1900 و بذارید ببینم 1987. آره میلادیش میشه 1987 میلادیش. واسه خودمونم که 1366 قاطی کردم. میگه دروغ نگو اولاق. من 100 بار پاسپورتمو تو پیج اولم به همه نشون دادم، هم سنمو هم خود چیزو محل سکونت هم و همه چیو. گو نخور. دروغ چی میخوام بگم آخه اولاق؟ من چه ورزش نکردم اینجا هم یه ذره شور شده، باید ورزش کنم. خدایا سی و یک سالمه دیگه، نمیدونم دیگه. مالا مردم 10 سال خودشونو کوچیک جل میدن، 10 سال خودشونو کم نشون میدن. من 1 سال حالا گفتم کم، اونم عمدی نبوده دیگه. حالا نفهمیدم میشه 31. ببخشید والا طرف 30 سالشه میاد میگه 20 سالمه. والا ما 31 سالمون حالا گفتیم 30. میگه دیشب به کی میدادی؟ به بابات. خوشخالی دیگه. خب بچه من گوشیم داره خاموش میشه، برم خب سر و صورتم بشورم، ناهارم رو بذارم، بعد اوکی بعد برم دنبال بچه. بچه زیر بغلم هم دیروز زدم و یه فکر میکنم خوب نزدم. موهات تو حلقم عزیزم. موهام به هم ریخته است دیگه. آره چرا تو میگه روزا رادمنش که میگه متولد روز کی هستش؟ نمیشناسم من به اسم، نمیشناسم به قیافه میشناسم. و
ولی خب من کاری ندارم کی میگه چند سالمه کی میگه چند سالم نیستش، ولی من فکر میکنم تمام دخترا دروغ میگن سنشون رو. دختره توی بابا مامان منه میگه 20 سالمه، بعد اینا از 20 سالم بالاتر نمیرن، همون 20 سال موندن.